تو این ویدیو میخوام یه جور تزیین خرما رو بهتون آموزش بدم که به صورت نخل هستش و شبیه تقریبا آناناس میشه. خیلی قشنگ و میتونیم واسه مراسم عزاداری یا سفره‌ای که میچینین اینو انتخاب بکنین و این کار رو انجام بدین. چیزایی که احتیاج داریم خیلی ساده است. خرما یه تقویت آنتن لازم داریم. بعد آناناس لازم داریم که این قسمت سبزش رو بکنیم. این شکل میگیریم و یه دو میپیچونیم این کنده میشه. البته خیلی سبز و قشنگتر تازه تر باشه نرسیم مثلا اوراق و درب داغون. این حالا همینجوری شما خریدم اینو به عنوان دکوری نشون میدم، ولی شما خودتون که میخواین انجامش بدیم بهتره که این خیلی ترتمیزتر و سبزتر باشه. خب میریم که بقیهش رو انجامه و همونطور یه مقداری هم احتیاج به مغز گردو داریم. با آناناس قبلی خیلی ناجور بود، من رفتم یکی دیگه خریدم که یکم قیافش بهتر باشه، برگاش اینو حالا استفاده میکنیم. این قشنگ تر دیگه، سبز و تازه است و برای سفره آرایی ما خیلی بهتره. خب این بقیه کارا رو انجام بده. با قیچی هم میتونیم یه ذره این برگاه پلاسیده و جای خشکش هم عوض کنید، مرتب بکنید که شیک و پیک بشه. برای خیلی چیزا میشه از همین برگش استفاده کرد. اینجا مثلا خوش شده اینا رو به این شکل اینجوری میکنیم معلوم نشه. خب حالا میریم سر تقویت آنتن. خرماهامون هم یه قشنگ این حسوه همشون رو در میاریم، یه جوری چیز کنیم که آشولاش نشه. در میاریم اینا رو میذاریمشون کنار. بعد از اینکه تمام حساش رو در آوردیم، خرما رو به این شکل حسا رو در میاریم، اینا رو نگه دارین. توی فیلم بعدی میخوام بهتون بگم که با اینا چی کار میتونیم بکنیم. نمیذاریم کنار. خب این خرما اونه که اینجا داریم. حالا نوبت گردو میرسه. گردو شما میتونین از این گردوهای مثلا درسته استفاده بکنیم، ولی بهتره که گردوهای خرد شده رو استفاده بکنیم. برای وسط این میخوایم بذاریم. البته یه سلیقه خودتونه دیگه، حالا میخواین جلو مهمون پوز بدین هر جایی که میخواین. اگه درسته باشه اینو اینجوری بعد نصف بکنین، حالا خوب نشد یکی دیگه هم نشد، هم وسطش دیگه مثلا اینجوری دراز باید باشه. اینا رو بذارین کنار، جدا میکنیم به این شکل هر کدومش باشه، که هر کدومو یه دونه رو لای خرما ها میذاریم، یا میتونیم مثلا دوتا رو بذاریم. بعد اینجوری سرشون میبندیم به این شکل هر کدوم باقی بمونه. اینا رو همه رو لاشون و خورما میذاریم توی گردو میذاریم و میذاریمشون توی یه ظرف دیگه. بعد بیم برای تزیین کردنشون. خیلی راحت بود. دیدیم که چند تا میذاریم وسطش و اینجوری هم سر تهش رو هم میاریم. همونجوری که میبینین این بدنه آناناس ما داره کم کم شکل میگیره و به این شکل در میاد. من این قسمت سبزش اینجا گذاشتم، البته ظرف بزرگتر میخواد، یعنی در واقع یه سینی میخواد که کامل این توش جا بشه. من چون ظرف ندارم، بزرگتر این بشقاب من همین اندازه است، به این شکل در آوردم. اینا رو همینجوری مثل بدنه آناناس میچینیم پایینش و بهش اینجوری شکل میدیم. دقیقا میشه مثل همه آناناس اینجوری در میاد. یه ذره اینجاشو باید پرتر کنم و اینجا رو هم کامل که بچینم دیگه تقریبا شکل آناناس میشه. دقت کنیم مثلا یه چیزی به این حالت.
خب این هم از آناناس ما با خورما و گردو و خود برگاه واقعی آناناس. یه ذره کجو کله هست، این هم دیگه خودتون مرتب میتونید درستش بکنید. ظرفتون فقط خیلی بزرگتر باشه که اینا قشنگ توش جا بشه.